سلام خاله. سلام. بیا بشین باید کار ده. من تا حالا آبروی کسی رو نریختم. خدا رو شکر کسی هم هنوز آبروی من نریخته. اینطوری هم نمیشه که یه نفر بری کار اشتباهی بکنه، دودش بره تو چشم اهالی یه روستایی، بعد حرف و بد و ربطش هم برسه به کسی که دستش از دنیا کوتاه و زیر خاکه. من شاید کم کم بتونم بدهی مردم رو بدم، ولی با آبروی ابراهیم چیکار کنم؟ ببین، من نیومدم آبرو تو پیش زن بچت ببرم، آمدم بهت بگم یه کاری بکن که آبروی بچه من بیش از این نره. دیگه خودت میدونی چیکار کنی. چیکار میخوای بکنی خاله؟ من دهنم بسته است، تو میخوای چیکار کنی؟ بخوام آبروی پسر تو رو حفظ کنم که باید آبروی خودم ببرم خاله. ابراهیم جان، شالیزا رو به جین کردی، برنجا کم کم دارن جون میگیرن، بزرگ شدن. یادته میامدی میگفتی مادر برنجا شکم دادن؟ بیا برنجا شکم دادن، ولی تو کجایی؟ تو کجایی مادر؟ آقا کریم، قیافت به آدمایی که میخوان بدهیشون رو صاف کنن نمیخوره. بعد ما هرم بگه جهرش بچه ها یلا جان، بعد ما هرم با یه جهر شیری تشریفیت خونم. فکرامو کرد لیلا رو راضی میکنم، تو اون موقع راضیش بکنم. فقط قولت یادت نره. خیر پیش آقا کریم، خیر پیش. خدا به سلامتی بده. آقا کریم ملش کن. نه تو رو خدا دست شما درده. خدا حافظ. همه چیه به گلسو گفتم، نمیگفتم میفهمی. این پسره رهی شستش خبردار شده. مثل جاغ میمونی خفشا. یلا تمش تو کوک منه. گلسو اومده و سراغ من میگفتش که کاری کن که پشت ابراهیم خدا بیاموز حرفی نباشه. من تو برزخ موندم عارفی، گلسو رو راضی کنم، شما رو راضی کنم، یا آبرومو پیش زنه بچه خودم نگه دارم. خوب
گوشاتو باز کن ببین چی میگم. تا وقتی اسم من نباشه قراردادمون سر جاشه. هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط اسم من رو زبونت نیاد. میخوای گردن بگیری بگیر، میخوای آبروی ابراهیم رو برگردونی برگردون، اما تقی اگه اسم من بیاد سر زبونت یه جوری دودمان خودتو، زنتو، بچهاتو به باد میدم که تا ابد صدای نالت بیاد. تقی تو کوری زغالپزی کار میکنی، میدونی چقدر داغه؟ مجبور بشم جهنمی برات میسازم که داغ یه کوره زغالپزی نسیم زمستونت باشه. حالیته؟ یلا برداره. برای چی کنده؟ آقا من برای شما توضیح دادم، گفتم این یه داستانی داره، من اینا رو کندم به جاش پرده نصب میکنم. داستان چی آقا؟ این آدم خیر درست کرده واسه ما، قرار شما خطاطی کردین دست شما در نکنه. امشب ما مراسم داریم، میگاد میریز اینجا جواب مردمو چی باید بدیم؟ آقا یه لحظه من اجازه بده، من اگه اینجا پرده نصب نکردم شما من اینجا آویزون خوبه؟ نشد حرف. خب من دارم براتون توضیح میدم دیگه، اینا یه داستانی داره، حالا من نمیخوام بازش کنم، من اینجا براتون پرده نصب میکنم تموم شد. من اینو توضیح دادم برای اوسیه، یا نمیدونم برای چی بشه. داستان چیه آقا؟ داستان چیه؟ نگفتم پردانی اونم خیلی خوبه. اجازه بده من به اوسیه یا بگم ایشون به شما توضیح بده خوبه؟ خواهش میکنم. الو اوسیه سلام، خوبی؟ آقا این داستان پرده ها رو شما توضیح ندادی برای این دوستانمون. الان هیئت اومد اینجا شاکی شدن، میگن چرا پرده رو کندی. نه من گفتم شما توضیح بدیم براشون. گوشی خدمت، گوشی آقا بفهم. بسیار سلام. بسیار پرده ها رو چرا کنده اینا؟ ما این شما مراسم داریم، جواب مردم چی بدیم؟ ما جواب آقا رفیق چی بدم؟ باشه دیگه، باشه از شما بگیم. چشم، خداحافظ. حله؟ باشه مثلا. باشه چشم، من نمیم. خداحافظ. سلام. سلام آقای پارسا جان، بیا بریم کار داریم بابا. دارم با آقا رای قرآن تمرین میکنم. بیا بریم کار واجب داریم بعدن. بجون بیا جانبا بیا کنتر بیا کنتر بیا اینجا پله آرام. من دیگه عقلم به جایی قد نمیده خاله. کاری که نباید میکردم کردم، همین از سر ناچاری کردم. پارسا و مادرش تمام و دارا ندارم من تو دنیا هستن. به خدا هیچ کسی با اندازی پارسا دوست ندارم. پارسایی که خودم باعث کور شدنش شدم. حالا تو اگه بتونی پارسا بگی که پدرش چیکار کرده، با ابو الفز قسم منم به تمام هردم روستان میگم چیکار کرده، همه چیم گردن میگیرم، ولی من نمیتونم بهش بگم. بچه هست ولی من پیشش شرم دارم.
حالا دیگه این شما اینم پارسا برو به عربای خاک اون پسرت ابراهیم. من تاوان دادم، سوختم، این با جهنم سر چشمای پارسا تاوان دادم. هر جور خود سلا میدنی پارسا جان. بیا خاله. خوبه خاله جان؟ آره. دوست داری با بچه ها بازی میکنی؟ آره. برو بازم بازی کن. برو عزیزم. داره هر شب گریه میکنه، گناه داره، باهات قهر میکنم و ببین کی گفتم. تو که منو میشناسی، یه چیزی بگم تا تهش میرم، تا تهش. آه حال مامانم خوب کن، اگه خوب نکنی دیگه نه من نه تو. سلام. میگم خدا رو شکر تو هم همه جا هستی. آه چرا نمیری تو؟ نمیخوام. آقا از چی؟ الان ملت میان مراسم شروع میشه. بهرم. بهری؟ با کی؟ چرا؟ به خاطر مادرم. خیلی گریه میکنه، خیلی. سلام ستاره، خوبی؟ سلام. آره خوبم. چه خبر؟ گفتم که خوبم. تابلو رو میگم. هیچی، فردا باید برم ببینم چی میشه. از اولش هم خودم باید میموندم تهرون میرفتم دنبالش. من پیگیرم. آخه وقتی که این نمیشه دیگه عقلم به جایی نمیرسه. خیلی خوب، کاری نداری؟ نه، مراقب خودت باش. تو من تو بچه باهوشی هستی، خوشم میاد ازت.
منو یاد خودم میندازی. بله حتما فهمیدی دیگه، اینجا مردم چای و برنج میکارن، من اما پول میکارم. بارکل فکر نکنی پول کاشتن آسونه ها، سخته و یاد بگیری. فقط تو فصل برداشت مردم اینجا چای و برنج درو میکنن، من پول درو میکنم. تو هم میتونی ها؟ من نگفتی من آدم باهوشیم، پس خودت خوب میدونی که میدونم نیومد اینجا این حرفا رو بزنی. اصل حرفتو بزن. به جای اینکه اینقدر خودتو علاف کنی، چه میدونم بری به کریم پیشنهاد بدی پول بهش بدی که دخترشو به من نده، یا اینکه بری سوراخ سنباهای شالیکوبی رو سرک بکشی بیا بهت پول بدم خواهرتو از زندون درار. مگه حامله نیست؟ تو چه جور برادری هستی؟ خواهرت گوشه زندونه، تو صاف صاف داری تو دای ما راه میری؟ البته بهت بگم همه پول رو نمیتونم بدم، اونقدی میتونم بدم که طلبکارتون شل بشه. باس بلد باشی با طلبکار چجوری رفتار کنی. طلبکار تو بنبسته، پول که میبینه میگه کاچی به از هیچی. اگه قدی تو گذاشتی کنار یکم از پایین تر ما رو نگاه کردی، فکراتو بکن. فردا بیا چوب بری پول بدم بده طلبکارت خواهرت بیاد بیرون. اینا رو هم بهت گفتم که بدونی همه چیو میدونم. یا الله اینجا نه سربار منی، نه پات رو گردنمه، نه نون منی میخوری. تو هر وقت که باشه قدم سر چشممه. تو عزیز منی، من موهام تو آسیاب سفید نکردم، ولی برگردی سر خونه زندگیت اونجا بهتر میجنگی تا اینجا. لیلا بله نمیگه، مطمئن باش. خب تو خونت که بهتر میتونی بجنگی، اگه نباشی سردی خونه مرد و هوایی میکنه. مادر جان اینجا بمونی قائله رو باختی، ولی اگر بری سر خونه زندگی شاید بتونی زندگی تو برگردونی. هر کاری دوست داری همون کارو بکن، من تابع تو هم.
بفرما. پسر پسر جان برو تو، این هم موقعی رفتن شش تو شش نشم با تو خجالت. مواظب به خودت باش. تو رو خدا ببخشید، خیلی زحمتتون دادم. تو رحمتی. موتوریه که قاتل پسرت نبود؟ تا الان نگفت نگه قاتل ابراهیم ببینی چیکارش میکنه. چیکارش میکنی؟ یه لقمه نون بهش میدم، میگم بخور جون بگیری. من بهت میگم که کی آدم خوبیه کی آدم بدیه. من میگم زن کی بشی زن کی نشی. من صلاحتو میخوام، من پدرتم، راهو از بیا نشونت میدم. من از اولش هم با ابراهیم موافق نبودم، دنبال کسی بودم که دستش به دهنش برسه. نبود یه آدمی مثل رفی که در خونه رو بزنه. ابراهیم هم دستش به دهنش میرسید ولی خالیش. آره خالیش. چادر گلگلی سرت میکنی، بعد محرم خودم خونه رو آب و جارو میکنم، رفی هم با دست گل میاد اینجا. زن اونی میشی که من میگم. تمام. چرا فکر میکنین اگه من هر روز اینجا زورکی دلاراس بشم آدم خوبی میشم؟ این کاری که من میکنم کجاش نمازه؟ من هنوز نفهمیدم شما چرا من آوردی اینجا. حتی میدونم آقا قرار نیست برم به کرمان قضا بدم برای پاموج نون ببرم. یه روز این مادر دورم میگردی، یه روز بهم تشر میزنی، اصلا نمیفهمم کارتو. نمیخوای چیزی بگی از این برزخ درم بیاری؟ جای ابراهیم خیلی خالیه تو این خونه. هر وقت شما یا مردم این روستا منو با ابراهیم اشتباه میگیره دلم میخواد زمین دهن بکنه برم توش. چرا ابراهیم؟ من کجام شبیه ابراهیم؟ من میتونم جایی رو برات پر کنم. من ابراهیم نیستم. من خودمم نمیدونم چیم، نمیدونم کیم. من بین اینی که الان هستم با اونی که باید باشم حیرونم.
ای کاش مادرم بود، کاش مادرم بود، جلوش زانو میذارم، سرام میذاشتم تو دامنش، زار زار گریه میکردم. بس که خستم، بس که نمیدونم کجا برم این همه مصیبت تموم بشه. من مادریم که پسرم نیست، تو هم پسری هستی که مادر نداره. دختر منو این همه را کشیدی اینجا که چی بشه؟ خود تو خونه وای میسادی حرف میزدی دیگه. دلم برای مادرم تنگ شده بود. نمیخوای براش یه فاتحه بخونی؟ خدا رحمتش کنه. باشو دختر، باشو بریم، راضی نیست سر خاکش گریه کنه. نمیخوای باش حرف بزنی بابا؟ نمیخوای ازش بپرسی اونم راضیه که من زن رفی بشم یا نه؟ من آوردی اینجا که شرمنده کنی؟ خدا اون روزو نیاره که من بخوام شرمندتون کنم بابا. چقدر شبیه مادرت حرف میزنی، اونم همیشه اینو به من میگه. مادرم بهتون نمیگفت شده باشه چاه بکنه منو بندازه توش، نمیذاره زن کسی بشم که دوستش ندارم؟ بابا جون چرا نمیفهمی؟ بابا من صلاح تو رو میخوام. بابا یک کلام، یک کلام به مادرم بگو میخوای لیلاشو چیکار کنی؟ من این گل و شیرینی رو برمیدارم خودم میرم در خونه رفی خواستگاری. کجای دین خدا گفته که زن بی به شوهر دادن گناه جرمه؟ نیست ابدا. اما به کی داری شوهرش میدی؟ رفی زن داره، بچه داره، میدونی چجوری یه تومن و دو تومن میکنه؟ بابا ببین چه بلایی سر خودتون آورده. چی داری میگی؟ بابا جون دخترم من گرفتارم، هر رای رو که بگی رفتم. بابا خودت خوب میدونی که من برای رفع گرفتاری جونم هم میدم. یادت بچه بودم مامانم موهامو میباف میگفتی جونی عروسش کنم که همه اهالی انگوش بدهم بمونن؟ یادت بابا؟ فکر نمی کردم یه روز مجبور بشم اینجوری بفرستم ات خونه بند. الان هم داری همون کارو میکنی، جوری داری عروسم میکنی که همه احوالی دهنشون باز هم. نمک رو زخم من نپاش دختر. باشه بابا، فقط یادتون باشه بابا قبر مادرم اینجاست، اگه بعد عروسیم اومدی یه فاتحه براش بخونی امیدوارم خجالت بکشی. بلند شو بابا، شیرینی عروسیمه. بیا بابا. نمیدونم، شاید تقاس خطاهایی که کردم اون در آن پس میدم. پس از مادرم حلالیت به طلب برو، دهنتو شیرین کن.
زحمت بشه برای پدر بود خیلی کرده ممنونم خانه جان لطف کردی خیلی ممنونم خدا شفا لطف کردی خیلی ممنونم لیلا جان دیگه سفارش نکنم خواهد لطف کردی سودا به جانم ممنونم من ماشین میارم جلو خوشی کرد مهری جان لطف کردی خدا خان هر کاری داشتی بکنم چشم آقا دارم زحمت کشیدی لیلا قبول کردن یه ذره دیگه تو زندگی اونم زندگی که من داشتم عمرو جوانیمو گذاشتم الان میانه راه زندگی نه فقط برای من به خدا برای هر زنی دیگه ای سخت پدر تو توی چاه عمیق خودش رو انداخته الان تو شدی تناب نجاتش هرس و تمر رفی و کر و کور کرد الان شرایط یه جوری شده برای خلاص شدن از این تنابی که توی گردن تو باباته این بار بعد من تو مثل یه زن ببخشی لیلا تو بابات به خاطر آتیش که داره از دهن رفی میاد بیرون دارید گوشت تنه هم آب میکنید مهری مهری جا میدونی چی داری میگی؟ سلام چیزی شده؟ چیزی نشده مادر جان اومده بودم سر قبر بابا بزرگت فاتحه بخونم گفتم صف کنم ببینم ات با هم برگرد خوشو به شهرام پسرم میخوام یه چیزی بهت بگم بابات میخواد یه کاری بکنه ولی من نمیذارم اول گوش کن مادر ببین چی دارم بهت میگم بعد بابات اگه بخواد کاری رو بکنه گوشش به حرف من و تو باز نیست ماما من که گفتم نمیذارم شهرام میخوام یه قولی بهم بدی چیکار کنم کاری که بابات میخواد بکنه باعث میشه خیلی تنها بشه اگه کاری رو که میگی بکنه منم ولش میکنم مادر تو پسرش قربونت برم و دورورش باشی یه چشم به هم بزنیم تو هم برای خود مردی شدی تنهاش نزن بعد اون وقت خودت چیکار میکنی زندگی ولی من نمیخوام مثل بابام بشه مثل بابات شدن خیلی سخته ولی من نمیشه یه روز بابات زمین و زمان رو به هم دوخت که به من برسه حالا میخوام دوباره شدن تو رو ببینم اگه قراره یکی بشم مثل بابام نمیخوام بشم نذار بابا تنها بمونه شهرام یادت باشه من مادرت پشوی چه کار میخوایم بکنیم؟ تو کاری به این کارا نداشته باش یه روز صبر کنی همه چی تموم میشه الو الو تو باز اومدی درمان با این حالت بیا کارت دارم
آبای میشنی میمونم خونه بده میگفتی. وای آقا تقی کارت دارم. بیا نفس نفس داری میزنی. حالا بیا چایی برات بریزم. بشین کارت دارم. چایی بشین. یه سوال ازت میپرسم، راست و حسینی جواب بده آمونش. دلم آشوبه. ما 15 سال زنده، خاک کفش تو برای من بیاره من میدونم تو چی کار کردی کجا بودی. میدونی چرا؟ چون تو رو بهتر از خودت میشناسم. تو از فردای آتش سوزی شالیکوبی یه آدم دیگه شدی. نمیدونم چرا، اصلا کار ندارم که تو مغز من چیا گذاشت که اصلا گفتنی نیست. ولی اینو بهت بگم، اگه یه روزی یه جایی به هر دلیل من بفهمم یه حبه غند حرام آوردی به خورد منو بچم دادی، یا که خونه نیا، چون نه منو میبینی نه پارسا رو. سوالتو بپرس. بین تو و رفی چیزی بوده که من نمیدونم؟ کجا؟ جواب سوال من. فکراتو کردی؟ تا شب فکراتو بکن، بعد از مراسم بهم بگو. اگه مثبت بود صبح با هم سوار میشیم میریم تهران، میرم پیش طلبکار خواهرت، چکو میذارم رو میز، با هم شب میتونی دست خواهرتو بگیری ببری پیش بابا دیگه. خود دارم تو گفت بیام اینجا دنبالش. پس با مادرش رفت. ببخشید از زحمت این بچه مفتاد گردن شما. نه باشه زحمتی. میام تقی، تو این رفیه چقدر میشناسیش؟ چجور آدمی؟ خیلی وقته
سابق با هم همکلاس بودیم. خوب میشه رو حرفش حساب کرد؟ ها؟ میام رو قولش میشه حساب کرد؟ هر کاری که بگه انجام میدم انجام میده، یعنی بگه من این کار انجام میدم حتما انجام میده. به تو مگه؟ هیچی همیتونه خدا آقا رئی باید میستد یه چایی میخوردیم با هم دمت گرم آقا رئی رفی هم مثل شما خیلی آقای آقا تغییر شما هم خیلی آقای خودم رو کم کم برای رفتن این پسر آماده کنم. من که نتونستم کاری بکنم. قرار بود برامون دعا کنی. کردی؟ هر دعا شوراست. بلکه خود و خدا فرجی بکنه. هر وقت یادم میفته تو این شبا تو چی کار میکردی قلبم میسوزه. بیشتر دلتنگت میشه. عزیز دل مادر سلام 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 مادر سلام 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 خوش آمدید ایشاکنی جانم چجوری یهویی؟ داداش یهو چیه؟ زمین و زمان رو هم دوختم که بشه علی محمد دستش رو اومو گرم کرد که تو رو دوماد کنه سلام علیکم ما مردم شماسته خوش ما خوبی بعد از سفر ایشالا بیای مجلس ما رو بچرخ کنیم سلام گیرسو خانم سلام عزیزم حالتون چطوره؟ خوش مرمودم یهو بیاییم قافلگیرت کنیم کیف کنیم خیلی شکنی داداش حالا اینا رو دیدی؟ بیا ببین چی آوردم برای اینجا اینجا این پرده رو آوردی؟ دست دارم نه این پاده هم آوردم پاده برای پاموژه نه خوشی رو آوردم ما دائمتون شدیم آن نه بابا این چه حرفیه؟ شما ببخشین ما اینجا امکانات پذیرایی ندیم فقط ما چون عجله داریم بریم بالا این پرده ها رو نصب کنیم خب بعدش ما هم میریم یه جایی نهاری میزنیم پسر جان مهمونمونن من میرم خونه یه چیز درست میکنم شما نهار بیاین اینجا نه نه من چون به مجید قول داده بودم که اینجا با هم بریم بیرون نهار اینا میریم بعدا شب میان خونه شما زحمت بله شب مزاحمتون میشیم منتظر شما هم هستم هر خانم شما هم تشریف بیارید آره مراقب خودتون باشید ممنون خدا خدا حافظ بفهم بفهم مجید جون فقط حواست باشه اینا بعضیش کوچیک بزرگه اینا چش 80 داریم و 90 آقا اینجا شما بشینید بچه‌ها خودشون دست شما درد نکنه خیلی این خیلی بزرگه میگم بیا من شما بریم اون طرف از اون ور بزنین که چش مجید پس ما این ور رو داریم بله چش میرم بابا شما یکی یکی هم خب
بگو اینم چی میخواست بگی. از وقتی که فهمیدم خواب و خوراک ندارم. چی خوب بگو؟ باید پسش بدیم. چی پس بدیم؟ تابلو رو باید پس بدیم. چی کنیم؟ شوهرم هم قبل از مرگش اون تابلو یه سری از وسایل خونه رو وقف کودکان سرطانی کرده بود. دیروز با هم رفتیم همه رو تحویل خیریه دادیم. به غیر از اون تابلو چی میگی ستاره؟ آدم چیزی که وقف کرده رو میزنه به دیوار خونهش؟ حرفا میزنی تو؟ منم مثل تو نمیدونستم، ولی حالا که میدونم نمیتونم حق اون بچه‌ای رو که سر آبد ستاره. من همه بدبختی نکشیدم که آبجین بمونه تو زندون. بچه های سرطانی ها کجا اومد؟ رایی من هم مثل تو رو اون پول حساب کرده بودم. خب تو مگه نمیگی که شوهر احمد این دینا انداخته گردن احمد ها؟ تو هم میری به اون احمد که پولش از پارو بالا میره، میری بهش میگی به جای این تابلوه پول بده بهشون. تمام شد رفت. نمیشه امه نداره. دینه تابلو رو هم انداخته گردن دوست. گردن من، گردن تو. چون مادرت اینقدر فاز دلسوزی بر ندار. آقا من ریحانه که آوردم بیرون میرم خودم با هر بدبختی شده میرم پول جور میکنم میرم بینا. خوبه؟ حالا بد رای. از وقتی که فهمیدم پول این تابلو برای یه سری بچه مظلوم و بی سرپرسته که پول دوا و درمون ندارن و دارن درد میکشن. خودت چرا این رو داری به من میگی؟ آقا این حرفا چیه داری به من میگی؟ من خودم کم بدبختی دارم، کم درد دارم، تو اینم میاری اضافه میکنی روش؟ من این همه سعی دو نزدم که آبجین بمونه تو زندون بچهش اونجا به دنیا بیاد. چیه این رو داری به من میگی تو؟ من شده خودم رو تیکه تیکه کنم نمیذارم آبجین بمونه اون تو. تیکه تیکه کنم. من اگه این تابلو رو نفروشم باید برم زیر بلیط یه آدم لاشخور نامرد که معلوم نیست بعدش میخواد چه بلایی سرم بیاره. دیشب اومده سراغم، امروز اومده دنبال جواب. تو اینو میخوای از من؟ اینو میخوای از من؟ نمیدونم نشد جواب من. تو بلند شدی اومدی اینجا گند بزنی به همه خواب و خیال من؟ اینو میخوای از من؟ خودتو بذار جای من. تو بودی چی کار میکردی؟ تو نفرش کردید یه دونه ورده نزدید. خون همه کار رو اونجا انجام دادیم. آقا رایی بهش چی کار میکنی؟ تکلیف ما رو روشن کن دیگه. الان میریم آقا مجید. گرسنه‌مونه به خدا. بریم کارم که انجام نه. جمع کن بابا. خیلی باحال.